بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خدا را عزارم بر سفاس و قدردانی و شکر بخاطر نعمتی که الله تعالی به کل کشور و مخصوصا در استان نازل کردن باران، ماشاءالله بسیار باران نافع و باران که ضررش خیلی کم بوده. و مردم بعد از ناامیدی یا اینکه امیدشون ضعیف بود، الله تعالی به نیاز مردم و نیاز منطقه با فضلش و لطفش رسیدگی فرمودن و هنوز ادامه در رحمت الهی. و عزیزان، برنامه در مصلی بود که نماز برگزار بشه، ولی ابرها را دیدن گفتن که وقت نماز، برالیا قبل از نماز اگر باران بیاید مقدار مشکل می شود، و به مسجد آمدن. امیدواریم که الله تعالی این رحمت را ادامه بدهد و به همه ما توفیق شکر عنایت کند. الله تعالی با فضلش و لطفش هم نعمتهای مادی و رحمتهایش که مادی هستن برای ما در نظر گرفته و نیازهای ما را تامین کرده است و همیشه تامین می کند، و هم نیازهای معنوی را در هر دو بخش، بخش مادی و نیازهای روز، الله تعالی همیشه در نظر داره برای ما و برنامه ریزی کرده است، و هم نیازهای معنوی، تربیت ما و تزکیه ما، اصلاح ما، الله تعالی برنامه ریزی کرده. هم نعمت علم و سرمایه علم را به بشر داده است، و هم سرمایه تربیت معنوی را به انسان ها عنایت کرده، و هم تربیت جسمانی و نیازهای جسم و ضرورتهای زندگی و دنیوی ما را الله تعالی تامین کرده. و این نظر لطف الله تعالی هست و شکر فروردگار بر همه ما واجب هست، و ما
به جای اینکه کوتاه‌بینی داشته باشیم و نزدیک نگاه بکنیم، تنها نیازهای دنیاییمون را نگاه کنیم و به دنیا قانع باشیم و اکتفا بکنیم، ما دیدمون را وسیع‌تر کنیم و ظرفیتمون را بالا بگیریم، کم ظرفیت نباشیم و هم نعمتهای معنوی را ببینیم و هم نعمتهای مادی را، از نعمتهای مادی استفاده کنیم، شکر الله تعالی را ادا بکنیم و از نعمتهای معنوی استفاده بکنیم و همچنان شکر الله تعالی را ادا بکنیم. بعثت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، آخرین مربی، آخرین پیامبر که حامل پیام الله تعالی بود و رسالات الله تعالی را برای ما آورد، پیام های پروردگار را، حضرت محمد امین صلی الله علیه وسلم بزرگترین مربی، بزرگترین انسان که الله تعالی به او توانایی زیاد و ظرفیت بسیار بلند و بالا و ظرفیت عظیم به او داده بود و او را الله تعالی برای به سوی ما مبعوث کرد و او درسهای زیبای به ما داد، درس ایمان داد، درس عمل کرده درست به ما داد، صحیح را، احکام نورانی الله تعالی را برای ما، بهترین عقیده و درسای زیبای اخلاق را به ما داد، اخلاقی که توی دنیا تلاش کنید شما مربی نمی بینید که دارای این اخلاق بلند باشه، دارای این ظرفیت کلان باشد و ظرفیت عظیم باشه و بهترین اخلاق به ما تعلیم بده. همان حضرت صلی الله علیه وسلم اخلاق فطریشون و منشها و عادتهای آن حضرت، عادتهای خلقی و منشها و رفتارهای خلقی آن حضرت بهترین منش بود، بهترین اخلاق بود، بهترین رفتار بود و هم در بعد عبادت و بندگی و دینداری و دیانتداری بهترین روش داشت، روش میانه، روش متوسط و زیباترین روش، بهترین الگو را آن حضرت صلی الله علیه وسلم به ما نشان دادند و عرضه کردند در زندگی خود و برای ما بهترین الگو شدند. آن حضرت نشان دادند که یک انسان با ظرفیت و یک انسانی که مقتدای انسانهای دیگر هست و پیشوای انسانهای دیگر است چه ظرفیت باید داشته باشه. نشان دادن که هر انسان، هر یکی از انسانها چگونه باید زندگی بکنن، با خویشاوندان، با همسایه‌ها، با مادران و پدران چگونه، با همسران، با فرزندان، با جامعه، با عموم جامعه و اقشار جامعه چگونه رفتار کنن. نشان دادن که چگونه الله باید بندگی بشه بشود و چگونه به نیازهای روز و نیازهای مادی باید ما هم توجه داشته باشیم، هم دنیا را اداره کنیم و هم آخرت را اداره کنیم، هم خدا را نگهداری کنیم و هم خلق خدا را نگهداری بکنیم. این پیامبر اعظم با بسیار ظرفیت بلند و بسیار با ظرفیت کلان، بهترین عادت ها، بهترین روش ها و با بهترین سیره و سنت برای ما و همه جهانیان ارائه
کردند که چگونه باید الگو باشیم و چگونه باید نمونه باشیم. اخلاق آن حضرت، سیره آن حضرت، برخورد آن حضرت با انسان ها، برخورد آن حضرت با مجرمان، کسی که مرتکب جرم میشه، کسی که گناه مرتکب میشه، و آن حضرت با اینها چگونه رفتار کرد، با مسافرین با چه صورت. و بررسی که قرآن تلاوت میکنی، یک چیزی که قرآن توصیه داره بعد از حقوق خویشاوندان، قرابت و رشته داران، مساکینان، یتیمان، کشر ضعیف جامعه، مسافر، قرآن اکثر جا مساکین و ابن السبیل و ابن السبیل میاره، مسافرین میارد و مسافری که بالاخره از در جایی هست که کسی نداره، آشنایی نداره، و لحاظه در مانده است. و قرآن چقدر به مسافرین توصیه داره که شما رسیدگی کنید، به مساکین و یتیم ها و همسایگان و عموم مردم، با عموم مردم قرآن توصیهش آنه که با اخلاق نیک، با رفتار نیک رفتار بشه. و حاکم در مقابل مردم با چه تواضعی، با چه سعه صدری، با چه نظر بلنده برخورد بکنه، و اینها همه در سینه مبارکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم. در روایات آمده است که در کسی را شکایتش کردن که شاهدان شاهدی دادن انسان را که او سرقت کرده، دزدی کرده است، آن حضرت دستور دادن که دست او را قطع کنن، و در قرآن همین مجازات ذکر شده است. گرچه دنیای مجازات خیلی از دنیا قبول نداره، ولی اگر دنیا فکر بکند خیلی در این مجازات حکمت موجوده، خیلی دانش موجوده، خیلی امنیت موجوده. هزاران انسان در امنیت قرار میگیرن وقتی که دست یک دوز را قطع کنن و دوزها همه حساب ببرن. و الان در بعض ممالک میشنویم که بالاخره دوزهایشون فرار کردن و به کشورهای دیگه پناه بردن. بعض جا که بالاخره حکم اجرا میکنن، و غم احکم الحاکمین و رب الارباب و رب العالمین حکمت بهتر میدانه از مردم دنیا. خدا میداند که چه حکمی میتواند زامن امنیت عالم باشه، زامن امنیت جهانیان باشد، ماشین مردم حفظ بشه و سرمایه مردم حفظ بشود، جان مردم حفظ بشود، مال مردم، آبروی مردم، ناموس مردم حفظ بشود. ولهذا الله تعالى حكيما دنيا هر اندازه پیشرفت بکنه و جهان هرگز و هرگز دانشش به دانش الله نمیرسه. حکمتش هر اندازه دنیا پیشرفت بکنه و خانه خانه دانشگاه بشه بشود، ولیکن هرگز دانش بشر با دانش الله و حکمت خلق با حکمت خالق هرگز برابر نمی شود. لہذا دستور دادن که دست دوز را قطع کنن و از اون طرف دست او را خواسته قطع بکنن و از این طرف نگاه کردن تا چشم آن حضرت اشک می ریزه و آن حضرت گریه می کنن.
و گفتن که اونها یا رسول الله شما که اینقدر ناراحت شدید چرا دستور ندادید نفرمودید که ما دستور قطع نکنیم گفتن که بدترین حاکم آن است که حکم الله تعالی را اجرا نکند این حکم الله است حکم قرآن عظیم و شأن دست دوست اگر زن باشه یا مرد باشه قرآن میگه قطع کنید یه من جانب الله تنبیش و جزای کسب اوست عمل کرده اوست او دست راست کرده به مال مردم مال مردم آبروی مردم خون مردم برابره و او مجازاتش همین اندازه ای که دستش قد فرمو بدترین حاکمانه که حکم خدا را اجرا نکنه و اما گفته شما چرا آمدید شهادت دادید اینجا که شما این نصیحت میکردید که توبه کنه اگر دوز توبه بکنه الله او را میبخشه گفت چرا این آوردید اینجا شهادت دادید شما که شهادت دادید بالاخره تکلیف ما اینه که ما حکم خدا را اجرا بکنه ولی شما اگر نصیحت میکردید این دوز را که دوزی کار بده و او توبه می کرد خدا او را می بخشید بالاخره دوست باید جبران هم بکنه اگر توبه بکنه از قبولیت توبهش آنه که مال مردم را برگردانه و به عمل کرده خودش اشتباه و اینن چلان جریان پیش آمد که یک فاطمه نام را بردل و شاهده ها شاهدی دادن زنی را که این سرقت کرده و دستور قطع دستور آن حضرت دادن و بعد کسی سفارش آورد پیش آن حضرت یکی از نزدیکان حضرت آن حضرت حضرت اسامه غلام زاده آن حضرت بود و آن حضرت خیلی بود دوست داشت به او متوسل شدن خیشواندان این زن فاطمه که شما یا رسول الله دست ای زن قطع نکنید آن حضرت فرمود والله قسم خور که اگر فاطمه بنت محمد اگر دختر من هم سرقت کنه به خدا قسم که من دستش را قطع میکنم برای من دختر من فاطمه من و این فاطمه دیگر فرق نداره و اونجا فرموده که بدترین حکم همانه که حکم خدا را بلی ما ببین با چه مهربانی با چه رحم که اونجا دست دوست قطع میشه و اینجا اشک آن حضرت میریزه و افسوسه که امروز این همه خون ریزی خون جریانه جوهای خون توی دنیا جریانه و بشر با این ادعا که توی دنیا داره ادعای پیشرفت و ادعای تمدن و ادعای فرهنگ و ادعای ترقی ولی بشر خود جوهای خون که جاریه توی دنیا چرا بشر امروز نمیبینه خونهایی که در اوکراین ریخته میشوند و بمهای مهیب که تخریب میکنند و این مردم کشته میدهند میمیرند و خونهایی که در غزه جاریه و قبرستانهایی که دست جمعی در دفن شدن در غزه و نیروهای اسرائیلی ارتش اسرائیلی را دفن کرده و خاک کرده چرا دنیای خونها را نمی بینه بشر امروز رحم انسان کجا هست که ترحم داشته باشند و بشر امروز گریه کنه بری خونها و انسان هایی که توانایی دارن و قدرت دارن این جنگ ها را چرا جلوگیری نمی کنن آتش بس چرا
تحمیل نمی کنم به دو طرف، به طرفین در جنگ، که جنگ متوقف کنن، جنگ ادامه ندن و به گفتگو مراجعه کنن، تن به صلح عادلانه بدن، تکبر نکنن و هیچ کسی که قدرتش بالاتر زورگویی نکنه. و دنیا چرا بر زورگویان و تندروان نه حمایت میکنن و اینا رو کانه نمیکنن که جنگ و خون ریزی این در واقع شایسته بشر نیست، مناسب حال بشر نیست. بشر عقل داره، به عقل برگرده، به منطق برگرده. و لحظه عزیزان من، متاسفیم به حال امروز، جهان امروز که با ادعا این جنگ ها موجوده و این قتل ها موجوده و این ظلم ها موجوده که هزاران زن و بچه از بین می روان و زیر آواره ها و ساختمان ها دفن می شوان و هنوز جنگ ادامه داره. دست ظالم هر کس هم باشه باید گرفته می شود. و این سیره آن حضرت صلی الله علیه وسلم، آن حضرت صلی الله علیه وسلم وقتی که صفات آن حضرت را شما بررسی می کنید که دارای چه صفات زیبا، دارای چه اخلاق زیبا، و الله می فرماید شما بر اخلاق عظیمی در میدان همه معرکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم ترحم را رعایت کردن، دستور دادن که زنان هیچ کسی حق نداره زنی را بزنه، بچه ای را هیچ که حق نداره، پیرمرد و کهنسال را کسی حق نداره بزنه. هیچگاه در اسلام، در صدر اسلام سابقه نداره که یک مسجد یهودی، یک عبادت خانه یهودی، یک عبادت خانه نصارا ویران بشه. دستور داده که علماء این را هم نزنید مگر کسی که میدان جنگ بیاید. علمایشون که نزد اونها حرمت دارن، حرمت بزرگانشون را رعایت کنید. ترحم بود، رحم بود. و وقتی که یک شخصی کلمه گفت که یعنی در میدان معرکه و کلمه که از راهش برگشته و دیگری او را گردن زد، او را زدن، آن حضرت او را ملامت کرده که تو چرا او را زدی. و خود آن حضرت در صف مقدم بودن، چنان شجاعت الله به آن حضرت داده بود که ترس اصل نمیدانست حضرت. و صحابه می فرماید، از تلی می فرماید که همه ما به آن حضرت فنا می گرفتیم از دشمنان. و آن حضرت در صف اول در بدر، در صف اول در احد، در همه میادین در صف مقدم تشریف داشت و صحابه دور و بر آن حضرت جمع می شد. هر جا دشمن، فشار دشمن شدید می شد، به سوی آن حضرت بر می گشت. و آن حضرت اشجب الناس بود از همه مردم، شجاعت آن حضرت، جرأت آن حضرت بیشتر بود، دلاوری آن حضرت بیشتر بود، از همه مردم سخاوت آن حضرت بیشتر بود، از همه مردم ترحم آن حضرت بیشتر بود، رحم می کرد. و چنان از همه مردم تواضع مردم آن حضرت بیشتر بود، چنان متواضع بود که بچه هم دستش را می گرفت و کنار می کشید، پیرزنی هم دست آن حضرت را می گرفت، کنیز غلام آن حضرت هم می گفت که کار دارم، دست آن حضرت را می گرفت و کنار می رفت،
که حرف او را بشنود. اقامت شروع شد، صفای استادن، کسی با آن حضرت صحبت داره و آن حضرت صلی الله علیه و سلم را کنار برد. آن حضرت با او صحبت کرد، صحاب اقامت تمام شده و صحاب استادن و آن حضرت نمی آید استاده با او تا حرف او تمام بشه. حرف هیچ کسی را قطع نمی کرد، می گذاشت تا حرفش تمام بشه و بعد که حرف او تمام شد آن حضرت آمدن سر مصلی قرار گرفتن. ماشاءالله فرمود الحمدلله باران در حال باریدن است، خوب شد که باران بارید، اگر نه کسانی که جماعت تا منتقل کردن ممکنه که می گفتن که چرا شما به مسجد آمدید، بارانی که نشد، ولی حالا که باران شد اونها تبریه شدند که بالاخره خوب شد که مسجد آمدیم. ولی رحمت الله تعالی است، واقعا رحمت عجیب پیداست که این باران رحمت الله تعالی و مقابلا ابراهام یا آبادان خیلی ابراهای غلیظ ولی دستور باریدن رد میشد. حالا یا کمی ابر کمی آیات میبینی رد و برق صدا کرد و شروع به باریدن کرد و الله تعالی به ما توفیق شکر بده و الله تعالی این کمبود آب و خشکی زمین و مشکلات روزی را همه جبران بکن. آن حضرت چقدر مهربان بودن، سیره آن حضرت چرا امروز در بیان مسلمان نیست، علماء چرا به این سیرت عمل نمی کنن، ما ها چرا این سیرت را فراموش کردیم، حاکمان و مسئولان چرا به این سیرت عمل نمی کنن، بزرگان قوم چرا عمل نمی کنن. این سیره طیبه، این سیره ظرفیت کلانه که ظرفیت انسان بالا می بره. آن حضرت سر زمین نشسته، همون چیزی که مردم می نشستن بر خاک، مردم می نشستن، حضرت به هوا می نشست، با مردم برابر بود. لباس آن حضرت و زندگی آن حضرت در با مردم برابر بود، زندگی آن حضرت در خانه از مردم پایین تر بود، با این حال که آن حضرت حاکم مردم بودند، ولی آن حضرت زندگی مردم بهتر از زندگی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردم سیرتر از آن حضرت بودا، چونکہ آن حضرت سیاستش و برنامه سیری مردم بود، نه سیری خود و زن و بچه ها. وقتی زن و بچه ها درخواست کردن زنان آن حضرت که مخارج ما را شما اضافه بکنید و هرچه که می آید شما می دید به مردم سهمیه ما را اضافه بکنید، آیه نازل شد که شما زنان آن حضرت اگر به همین زندگی حضرت رسول راضی هستید بمانید در ازدواج آن حضرت، و اگر راضی نیستید آن حضرت الله دستور داد که نر اختیار بده خودشون طلاق بدن و برن یک زندگی بهتری را اختیار کنن. و آیه وقتی که نازل شد آن حضرت این آیه را قرائت کردن، ازواج مطهرات تا تک تک به خانهشون رفتند و آیه را خواندند و همه فرمودند که ما خدا و رسول را اختیار میکنیم و ما دنیا را نمیخواهیم. آن حضرت نمیخواست که زن و بچه هایش زندگی بهتر از مردم داشته باشد، زن و بچه هایش بهتر از فقرا و مساکین و نیازمندان غذای بهتری بخورند، در خانه آن حضرت غذای بهتری پخته بشود. آن حضرت هرگز اینه نپسندید. این الگوی، این نمونه دنیا جمع نکردن برای خود و فرزندانش و خلفای راشدین همین سیر عمل کردن، دنیا برای خودشون جمع نکردن. حضرت عمر و حضرت ابوبکر، حضرت علی دنیای نداشتن و از مقام خودشون
برای جمع‌آوری دنیا استفاده نکرد. حضرت عثمان قبل از خودش ثروت داشت، مسجد النبی را از ثروت شخصی خود بازسازی کردن و بزرگ کردن و تعمیر کردن و پول شخصی خود را به بیت المال میگذاشتن و تقویت میکردن بیت المال و حالات مسلمین را. این سیره پاکان ترحم بود و زندگی وقتی که دین اسلام آمد، زندگی در جزیره العرب عوض شد. عرب های گرسنه همه سیر شدن، عرب های که بسیار راه می بستن، راه زنی می کردن، همه رهبر شده و بتپرستان خدا فرست شدن، اولیاء الله شدن. نمونه اون هر کسی نمی توانی تو دنیا پیدا بکنه. او راه زنان و جهلا اولیاء الله شدن، فرواز کردن بسوی الله تعالی. و افسوس میخوریم که سیره آن حضرت کجاست؟ چرا ما به سیره آن حضرت عمل نکردیم؟ سیره پاکانه در زندگی نیاوردیم؟ و چرا اچنان تحولات معنوی شکل نگیره، صورت نگیره در جای که حکومت دینی باشه، در جای که حکومت اسلامی باشد و رهزنانشون برد توبه کنند و رهبر بشن و غافلان خدا شناس باشند و اولیا باشند و چنان معنویت مردم چرا تحول پیدا نکنه و ما به این شرایط برسیم که امروز به یک کشوری که سیر بوده، آباد بوده و مردم ایران خیلی ها استفاده می کرده از این ملت، پولشون اعتبار داشته، چرا ما امروز به این وضعیت برسیم؟ جای فکر مسئولان فکر کنن. مردم سیره آن حضرت و سیره آن تلی و آل بیت همینه که در خدمت مردم باشن، با مردم بشینن، علما با مردم بشینن، بزرگان قوم با مردم بشینن. و مردم چرا به ما دسترسی داشته نباشند که حرفشون بزنن؟ و جای فکری، جای تعمله. و امروز از وضعیت اقتصاد مردم به جای که سیر بشن به بالاخره به گرفتار گرسنگی شدید، گرفتار قحط شدید، پولشون از اعتبار بیفته و تورم و گرانی بیداد بکنه و درآمد مردم نتواند که هزینه های اونا را تامین بکنه. بازنشستگان، معلمان، کارگران و همه اصناف توی بازار ها بیان شعار پیدا و یک ساله دو ساله بیشتری که در شعار بیدن و خواسته های شل مونده همونطور. و لذا این مشکلاتیست که روی این مسائل فکر می خواهد. و الان این شرایط که برای زنان پیش آمده است و دردآور است مقداری که زن یک کشوری است که حرمت خاص داره، احترام خاص داره. گاهی من یاد می کنم، بنده یاد می کنم مسائلی که توی منطقه فرهنگ که در منطقه بلوچستان هست، سیستان، که اگر کسی زنی را، کسی قاتل پدرش را دیده در گذشته، الان فرهنگ مقدار ضربه خورده است ولی بعض هم رعایت میشه، قاتل پدرش را یا فرزند و برادرش را ببینه و سلاح هم در دست این شخص باشد ولی ببینه که با او زن سواره، به حرمت زن او را نمیزنه.
بسیاری همی حالا بالاخره نه راه قاتل بستن ماشینش آمده تا زن سواره کنار کشیدن تا رد بشه و گفت یک فرصت دیگری که تانایش ببینیم و را بزنیم و این حرمت چقدر این زن حرمت داره و این دوزها که راه را بسته اینجا دوزها وقتی که دیدن که با کاروان زن همراهی با مسافر زن همراهی کنار کشیدن که این زن همراهی زن حرمت داره زن بی حرمت نشه و این فرهنگ چقدر فرهنگ خوبی توی منطقه بوده و در حیات مبارکه آن حضرت زنان ها چند از آن حضرت حرمت قائل بودن به زنان چند از ترحم بود به زنان شفقت بود و جایگاه زن چه اندازه وقتی که حضرت حلیمه می آمد مادر رضایی آن حضرت بلند می شدن از جای خود و چادر خود را می انداختن که مادر این مادر رضایی به چادر سر چادر من بشیند و بسیار زنان آن حضرت می دید از جای خود بلند می شدن و روز آن حضرت جای نشسته بودن جمعی از زنان انصار رد می شدن آن حضرت اینا را دیده از جای خود بلند شده و فرمودن که این انصار از بهترین مردمان اینا خدا و رسول را نصرت کردن به زنان احترام کردن به جایگاه زن حرمت گذاشتن زنان ترحم و شفقت بود مردم مدینه اخلاق کاملا داشتن که زنها با زنها درگیر می شدن گای زنها را می زدن و روز آن حضرت شکایت رسید در مسجد خطبه دادن گفته اونهایی که زنها را می زنن گفته که اینها از خوبان شما نیست و زنها تحمل کرد و زنها برداشت کرد و از خود سهیست نشان داد نباید با زن درگیر شد و محبت کرد از زن گذشت کرد گذشت نشان داد و به زنان احترام خیلی تعلیم دین اسلام و این سیره مبارکه آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بهترین فرمودن بهترین شما کسانی که با زنانشون بهترن و فرمودن که من با از همه شما با زنانم بهتر هستم با اخلاق بهتر رفتار میکنم الان زنان به صورت نف چون که مشکلات گیر کردن یک سری مشکلات ملی مثل همین مشکلات اقتصادی که تمام رنج بیدن و همه گیر کردن در کرایه خانه اجاره نشین ها در حتی پول های آب و برق هزینه ها گیر کردن هزینه های زندگی زن و مرد و این مشکل ملیه و همه مردم شامل هست و لہذا و زنان مشکل دیگر ہے کہ خاص زنان البتہ خاص زنان تعلام نیست اینه که زنها مورد تبعیض قرار گرفتن و او جایگاه ہے کہ باید زن داشته باشه زنان احساس میکنن که این جایگاه را ندارن البتہ بنده از دہا سالی که پریاد میکنم کہ شما زنها را ببینید و زنها را به جایگاه خودشون قرار بدید زن امروز در دانشگاه ها نمرش بالاتر از مردانه و زنها بیشتر در دانشگاه از مردان زنهایی که در دانشگاه تحصیل می کنن و وقتی که اینها را در میادین علمی اینها شایستگی کسب می کنن توانایی کسب می کنن و
چرا باید اینها عرب رانده بشن و به جایگاه اصلی خود قرار نگیرن؟ در مدیریت های کلان کشور، در مدیریت های میانه کشور، در تصمیم گیری کشور چرا زنان مشارکت داشته نباشن؟ ما نمیگیم که شما تنها به زنان بدید، میگیم زنها هم در این تصمیم گیری شرکت داشته باشن. اینا هم علم دارن، اینا هم دانش دارن. اینجا ماشاءالله مولانا بدری حفظه الله درس تفسیری دارن و زنان هم شرکت دارن، مردان هم شرکت دارن. فارسال برنده جایزه از همه شاگردان تفسیر یک زنی شد و امسال سه تا برنده جایزه بود، دو تا زن بود و یک مرد. درسته؟ و این زنها وقتی که از شما مردان بالاخره سبقت بردن و معلوم میشه که عقل و هوش مردان زن بیشتر نیست، همه عقل دارن، همه هوش دارن و زحمت میکشن زنان، از مردان بیشتر زحمت. وقتی که نه علم کس میکنن و نباید که جایگاه داشته باشن. این ما گفتیم این حرفا را خصوصی و علنی توی کنفرانس ها صحبت کردیم. شما وزیر زن بگذارید، شما زنان جایگاه. چرا؟ چه کسانی هستن اینها که بچه فکر میکنن که وقت زن میآید و ثبت نام میکنه در برای ریاست جمهوری شما او را حذف میکنید؟ و اقوام هم مذاهب اهل سنت هم حذف کردید. اهل سنت از لحاظ قانون نمیتوانه رئیس جمهور باشه. چرا نتوانه؟ کجای اسلامیه؟ اسلامی نیست، بعضی قوانین ضد اسلامی، بلکه برخلاف عدالت تن. اهل سنت ایرانی، زن ایرانی، با کدام مجوز، با کدام روایت، با کدام آیات؟ بالاخره اینا همه ایرانی هن. ایرانی هر کس باشه، هر کسی شایستگی، هر کسی لیاقت داره. بالاخره این اساس تبعیض متاسفانه در جمهوری اسلامی، در قانون جمهوری اسلامی، بالاخره این چیزهایی که از همون اول آمد و قرار همین بود که در نظام اسلامی عدالت اجرا بشه و اسلام، اسلام محمدی، دین، دین محمدی باشه، روش حضرت رسول، حضرت علی، خلفای راشدین. و بالاخره زنان حالا آمدن به صحنه و روی اون تبعیض، روی مشکلات ملی که در کشور هست و گرفتار شدن و همه ملت در اونها مشکل داره، و روی اون گرفتاریه که برای زنان پیش آمده و اونها گرفتار تبعیض شدن، دست به نافرمانی مدنی زده. و این علاجش چیزی دیگر هست. متاسفانه توی کشور ما و بسیاری از ممالک مبارزه همیشه با معلول ممالک، مبارزه با علت نیست. شما وقتی که قانون بین المللی هست و از مسلمات دنیا هست که با مبارزه باید با علت باشه. با تب مالاریا مبارزه غلطه، باید با پشه مالاریا مبارزه بکنید، پشه را نابود کنید تا تب نگیره. و الا اگر پشه به جای خود باشه و با تب مبارزه بکنند، همه بخش بزرگ را تب میگیره و بهداشت جهانی نمیتوانه با او مبارزه بکنه. شما بیایید با بی‌عدالتی مبارزه بکنید تا این زنان
شما عدد طبیعی را بردارید، اینه بیادالتی را بردارید از اقوام، از مذاهب، از ادیان، از زنان، از مردان. و این متاسفانه این تبعیض آقاد گسترده ای که همه مذهبت شیعه گرفتاره، بسیاری شیعه توانمندن. من گاهی گفتم که اگر شیعه توانمند می گذاشتن که برای همه خدمت می کرده، ما هم گلهی نداشتیم، ما صبر می کردیم و شاید زنان هم صبر می کرد. اگر مردان توانمند، مردان لائق مسئولیت می گرفتن که مردم راحت بودن، کشورا به نحو صحیح اداره می کرد. ولهذا ای انعطاف مهمه. آن حضرت انعطاف داشتن، خلفای راشدی انعطاف داشتن، از دلی توصیه ما آنهایی که انعطاف باشه. شما با معلول که مبارزه بکنید موفق نمیشید. توصیه ما آنه که شما به جای سختی، به جای برخورد با کسانی که روسری را از سر خود برداشتن، به جای برخورد با اونها برید با تبعیض برخورد کنید. با بی‌عدالتی برخورد کنید. شما با علت برید، شما علت ببینید، شما با علت برخورد کنه ببینید که چه تأثیری میگذاره. و ما بعضی میگه که شما این حرفا را چرا میزنید، بعضی از خیرخواهان. و این وظیفه میدونیم و ما معتقدیم که حرفا اگه زده نشه این الله تعالی ناراض میشود. حرفا باید واقعیت ها باید گفته بشن. بنده به هیچ کسی اهانت نمی کنم، ولی واقعیت و حقایق این به نفعن، به خیرن. یکی از مادران همین شهدا با من نامه نوشته، گفته که شما چرا این حرفا را، گفته شما این حرفا را نزنید چرا که فایده ای نداره. و ما همون آیه را میبینیم که بالاخره و از قالت امت منهم لم تعجون قوما الله الى آخر الآیات. بله قالوا ما عزرتا الى ربنا و ربكم ولا لهم يتقون. ما میگیم که جامعه اصلاح باشه. شما بینید الان این نکته خیلی مهمه، مسئولان امر. حالا اقتصاد ما که واویلاست، فاجعه است و هنوز داره دنیا ما را تحریم میکنه. شما مدیریت کشور را به نحوه بکنید که این ملت جای تحریم دیگه داره، که لیست اروپا یک لیسته و امریکا لیست دیگره و او یک دیگر لیست، همه داره تحریم برای ما درست میکنن و این تحریم تمام پشارش بر ملت میآید، بر مردم میآید. این مردم جای دارن، این نقدینگی ما جای داره که دیگه تحریم برای ما درست بشه. شما به نام مدیریت کنید که این تحریم ها را، این تحریم ها جلوگیری بشن. شما سیاست های تون را در داخل کشور و بیرون کشور به نام تنظیم بکنید که تحریم های دیگه نیاید. و این توهین نیست به کسی، آی واقعیت این تبی فرواهی نکنید. شما بلاخره این تحریم ها کشور جای تحریم های دیگه نداره. اگر تحریم های دیگه بیاد کشور به هم میفاشه. و شما این تحریم ها را جلوگیری کنه، سیاست های درست، تدبیر، برنامه ریزی. شما در حالت اضطراری هستید الان از لحاظ خیلی بحران ها ملی و مسائل مهم من جمله اقتصاده که همه تو قبول داری دینا. و ما این خدمت شما میگیم و اعدام، به هر حال اعدام هایی که در کشور ما انجام میگیره سابقه نداره در
1400 اندی سال در از وقتی که دین اسلام آمده در ادیان سماوی اتفاق این سابقه نداره. و شما این ادامه را ملت خانه یعنی شما حرف ملت را قبول بکنید. آقا ما ملت ایرانی و ما همه میخواییم، همه زنان و مردان میخواهند از شما که ادامه متوقف کنید. تو ماجه این توماج صالحی، توماج صالحی بند خدا نه گردنه را گرفته، نه رهزنی کرده، نه آدمی را کشته، یه شاعر و هنرمند بوده، حرفی زده. شما برای حرف مردم محارب قرار ندید، برای حرف مردم نکشید و تحمل داشته باشید. این قضات و دستگاه قضایی ما باید شرایط در نظر بگیره و به هر حال و خواسته های ملت، آخه همه دنیا خواسته ملت را قبول میکنن و ما تعجبی به بزرگان و مسئولان که آخه ملت همه ملت ها و شما را بر سر کار آوردن، همین جمهوری اسلامی را بر روی کار آوردن و شما حرف اینا را قبول کنید. این حکمت و تدبیری که ملت داشته باشه و ادامه را همه ادامه هایی که برای مواد مخدرین انجام میگیره ما سابقه اش را نه در قرآن داریم، نه در سنت داریم، نه در شریعت داریم. و این اعتقاد، این برداشت بلاخره بعضی هست که با جمهور و با قرائت های اسلامی، قرائت ما، قرائت جمهور برابر نیست و محارب قرار دادن به این صورت و یا اعدام کردن افراد خیلی چیز سخته. مگر کساسه، مگر جایی که در نصوص آمده است و ما امیدواریم که مسئولان به حرف ملت توجه کنند، خواسته های مردم انعطاف نشان بده و زنان احترام بگذارن، حرمت بگذارن و تمرکز کنن به خواسته های زنان و تمرکز کنن به آسیب شناسی و اگر میخوان کشور درست بشه، اگر میخوان که بالاخره مدیریت کنن کشورا، نگذارند که بلای بیشتر به کشور بیاید و ملت از دست ندن. و فعلا ملت خیلی ها بریدن، خیلی بریدن که حامی شما بودن، الان بریدن از این وضعیت. شما بالاخره این مردم ها چرا در نمیابید؟ این مردم توجه نمی کنید. این پایه اصلی و رکن اصلی هر کشور ملتی است و تصمیم گیرنده و اصلی ملتی و خواسته های ملت توجه بشه. جمعه خونین یکی از مسئولان بلندفایه دستگاه قضایی سفری داشته اینجا به استان و یکی از مسئولان قضایی اینجا، مدیریت دستگاه قضایی اینجا راجع به جا کردند و مسئول سفری کرده و سخنانی داشته اینجا در رابطه با جمعه خونین و این که فرموده ما رسیدگی میکنیم و چیزی که خواست مردم ما هست و خواست همه هست هم رسیدگیه، رسیدگی اما نه رسیدگی مطلق، رسیدگی عادلانه. و رسیدگی عادلانه همینه که همه کسانی که در کشتن بیرحمانه مردم در مصلی شرکت داشتن یا در شهرستان خاص بوده، به هر حال اینها همه اونها پای محاکمه کشیده بشن.
از حق اصلا تجاوز نداریم. اگر رسیدگی به حق بشه ما در مقابل حق تسلیمیم و حتی به اولیاء دام هم حق نمیدیم که از حق فراتر بره. ولی حق بشه، ولی حق بشواد، حق بشه. اونهایی که دستور دادن، فرمان دادن، به اینا فرمانده داشتن بزادن این مردم. بالاخره 300 نفر اینجا مجروح شده و قریب به 100 نفر، حول حوش 100 نفر کشته شده است. بسیاری حتی ثبت نیستن، ولی توی قبرستان های اطراف زایدان دفنه. بالاخره اینها رسیدگی بشه فاجعه بزرگی بوده و عادلانه رسیدگی بشه. و این دیگه بعضی را که دیگه 1 میلیون میدن، 1 میلیارد، 1 میلیارد، امروز پول نیست، جلوتر پول بود 1 میلیارد، ولی الان میلیارد پول نیست. حالا که بالاخره 1 فیزوفارس نزدیک به 1 میلیارد، نزدیک به میلیارد قیمتش آمده و 1 انسان خیلی ارزش داره. و لحاظه عادلانه بشه و رسیدگی عادلانه بشه، حکم عادلانه بشه. اون چه که ما شنیدیم که حکم صادر شده و این حکمی که ما این عادلانه نمیدونیم و مردم ما را راضی نمی کنه بی. که تعداد خیلی کمه و خیلی از کسانی که اینجا دست داشتن و مردم به وسیله اینا کشته شدن توی این محاکمه نیستن. و ما امیدواریم که عادلانه رسیدگی بشه. و یک حرف دیگری، عادلانه بشه حرفی نیست، یک خاص مسئله دیگری. اگر شما مسئولان کشور مشکلات ملی و خواسته های ملی مردم ایران را حل کنند، ما حاضریم که از مردم زایدان حاضریم که از همه خونه خود گذشت کنند. گاهی آدم گریه میگیره و اگر که ما میبینیم بعض نشستگان هم میبینیم، کارگران هم میبینیم، آقا توی خیابان هم فریاد میزنن و بالاخره اینها قابل رحم. شما مشکل ملی ملت ایران حل کنید. ما همه این خونه را میبخشیم، هر چه شما بخواید دیگه هم به شما میدیم، کمک میکنه به شما. حاکمیت اگر برای دفاع از میهن اسلامی، از کشور ما، از مرزهای ما اگر نیاز به دفاع باشه، ما از مرزهای ما دفاع میکنیم. ایران خانه ما هست و هیچ کسی را ما اجازه نمیدیم، هیچ بیگانه ای را، مسلمان باشه غیر مسلمان باشه، که به خاک ما تجاوز بکنه. و به هیچ کسی هم اجازه نمیدیم که تمامیت ارضی ما را به خطر بیندازه. و یک تمامیت ارضی ما، تمامیت ارضی ایران برای همه ما مهمه. ما مردم ایران، همه از تمام اقوام و مذاهب و زبانهای مختلف با یکی هستیم. ما ملت واحدیم، ما چند ملیت نیستیم، یک ملتیم. و اگر برای دفاع از کشور ما نیاز باشه، ما اساس خانه های من رو هم بیرون میاریم، میدیم به کسی که، کسانی که از نیروهای مسلح من که از خاک ما دفاع بکنن. ولی ما یک نکته مهم میرا اینجا میگیم که او اینه که نیروهای مسلح من را برای مسئله حجاب و برای کسانی که حجاب که بروز الان میکنم، این همه اعتراضی که ما میکنیم، نه که ما اعتقاد نداریم. روسری سر ما همون
خانومه که بچهش کشته شده 90 سال عمرش، میگه در این 90 سال من چادر از سر خود بر نداشتم ولی الان چادر بر میدارم از سر. پیرزاده افتاده و شما وقتی کسی اعتراض میکنه برای زدن اعتراض کنندگان، برای برخورد با اینها نیروهای مسلح ما را به کار نبندید. نیروهای ملیه این به معنی برای دفاع از میهن، دفاع از تمامیت ارضی ما، این متعلق به همه اینها را، اینها را، این اعتراضات ها، اعتراضات در همه دنیا هست، در امریکا هست، در اروپا هست، اسرائیل هر روز اعتراض میکنه علیه نخست وزیر، علیه دولت تندرو فعلی اسرائیلی ها رفعه با یک خیلی بزرگ تشکیل میداد. و اعتراض ما دنیا هست، شما اعتراضات تا با نیروهای مسلح قتله کنید، سیاست مداره را بیارید به صحنه که با اینا بشینه صحبت بکنه، مشکلات اینا را حل کنه. و این حکمته، این تدبیره. و نیروهای مسلح بگذارید که در دل مردم نسبت به نیروهای مسلح، نسبت به نیروهای مختلف نفرت پیدا نشه، نسبت به دستگاه قضایی را هیچ ارگان تحمیل نکنه به اعدام که مردم ناراض بشن، بلکه دستگاه قضایی حامی خود بدانند. این هم ملیه، نیروهای مسلح نیروی ملیه، و شما اونهایی که بالاخره ملیه اونا رو ملی نگهداری کن. این مسائل، اینها اعتراضات همه جا هستن، اینجا نیست. و شما اینها را با مذاکره، گفتگو، رای حل و حل کردن مشکلات این حل بکنید. در این حکمت و تدبیر موجوده. و حرفها طولانی شد و من از خواهی میکنه از نماز گزاران همه. و صلی اللهم علی سیدنا محمد.